شانزدهمین روز اسفند ماه برابر با هفته مارچ سال 1329 خورشیدی برابر با 1950 میلادی، ترور سپهبد رزمارا توسط جمعیت تروریستی فدایان اسلام. سپهبد علی رزمارا در سال 1280 به دنیا آمد و در 17 سالگی وارد مدرسه نظام شد. وی پس از احراز درجه افسری به اقتضای زمان در چند زد و خورد داخلی شرکت کرد و به همین دلیل ارتقاء درجه یافت. رزمارا در سالهای بعد مدارج ترقی را پیمود تا اینکه پس از تبعید رضا شاه به ریاست ستاد ارتش رسید. رزمارا در زمره افرادی بود که شاه به او اعتمادی زیاد داشت و در پنجم تیر ماه 1329 فرمان نخست وزیری گرفت. نخست وزیری رزمارا با جنجال نفت همراه بود و او ناگزیر شد لایحه قرارداد گلشایان را که دولت محمد ساعد به مجلس داده بود پس بگیرد. کابینه او چند بار مورد استیضاح قرار گرفت و نهایتاً با سخنانی که درباره عدم توانایی ملت ایران در اداره صنعت نفت ابراز کرد، همگان رزمارا را بزرگترین مانع بر سر ملی شدن صنعت نفت شناختند. رزمارا چنین استدلال می‌کرد که ما توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت را نداریم و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل به 50% رضایت دهیم. همین باعث شد تا او را به عنوان یک خائن به منافع ملی معرفی کنند و در بیرون از مجلس نیز جریان‌های گوناگون کشور من جمله اسلام‌گرایان تندرو ائتلافی بر ضد رزمارا ایجاد کرده بودند. به همین جهت خلید طهماسبی از سوی جمعیت تروریستی فدایان اسلام مأمور ترور رزمارا گردید و سرانجام وی را در 16 اسفند 1329 در مسجد شاه تهران به قتل رسانید. سال 1367 خورشیدی برابر با 1988 میلادی، اعلام قطع روابط ایران و انگلیس توسط وزارت امور خارجه. 4 روز پس از صدور حکم آیت الله خمینی مبنی بر ارتداد و قتل سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، وی از اینکه کتابش باعث نارضایتی مسلمانان شده است اظهار تأسف و پوزش کرد. در حقیقت عذرخواهی سلمان رشدی برای ختم این قائله کفایت نکرد. از این رو مجلس شورای اسلامی در 9 اسفند 1367 طی جلسه فوق‌العاده‌ای با اعلام ضرب العجل یک هفته‌ای برای انگلیس، هر گونه رابطه سیاسی با لندن را منوط به عذرخواهی مقامات انگلیسی و تجدید نظر در مواضع غیر اصولی نسبت به جهان اسلام و کتاب آیات شیطانی نمود. وزیر امور خارجه انگلیس ضمن ابراز تأسف از انتشار کتاب رشدی، خود و دولت مطبوعش را از مسئولیت انتشار این کتاب مبرا دانست. اما این اظهارات و موضع‌گیری ها جمهوری اسلامی را قانع نکرد و در 16 اسفند 1367 در پایان مهلت یک هفته‌ای روابط سیاسی خود را با انگلستان به طور رسمی قطع کرد. سال 1391 خورشیدی برابر با 2012 میلادی، درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا. هوگو چاوز رئیس جمهور 58 ساله ونزوئلا که ماها بود با بیماری سرطان و همچنین مشکلات تنفسی دست و پنجه نرم می کرد، بر اثر شدت و پیشرفت بیماری درگذشت.